رئیس جمهور آمریکا با نشر یک اعلامیه درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که آمریکا به دو دهه جنگ در افغانستان و طولانی ترین جنگ در تاریخش پایان داده است. در این اعلامیه همچنان گفته شده که آمریکا بزرگترین کمک کننده بشری در افغانستان است و حمایت خود از مردم افغانستان را ادامه خواهد داد. دو سال پیش ایالات متحده به دو دهه جنگ در افغانستان و طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا پایان داد. در این جنگ 2461 سرباز آمریکایی جان باختند و 20744 تن دیگرشان زخمی شدند. خبر داده چی دوی مخکې له دینه چې وتلی دوی په افغانستان کې داسې یو حکومت پرېښی وی تر شا چې هغه د رسمیت پیژندنې حالت هم پر ځای پاتې وای او اقتصادي برنامې هم همداسې پاتې وای چې څو د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځېدلی. دا چې دوی بې مسؤلیته ووتل په هیواد دوی ته په هر ډول څه وروسته د ویتنام نه دوی ته سخته د شرم ناکه یوه وطنه وه، نو دوی به یې دا نه وای کړي. همزمان با این، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر از چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد می‌کند. رهبران واقعی زمانی که اشتباه می کند مسئولیت آن را پذیرفته و در زمینه پاسخگو می باشند. این چیزی است که خانواده های سربازان آمریکایی که در انفجار میدان هوایی کابل کشته شدند از دولت بایدن می خواهند. اما دولت نمی خواهند در این باره صحبت کند چون که این مسئله شرم‌آور است. از سوی دیگر سرپرست وزارت معدن و پترولیم میگوید که افغانها به قربانی زیاد و پیروزی و هدف خود که آمدن نظام اسلامی در کشور بود رسیدند. د الله جل و علا شکر و باسو سپه دی ورځه باندې په قربانیو د دې ملت به شهادت های این ملت به استشهاد های این ملت خداوند متعال به ما شما این ازادی را داد. توافقنامه دوحه که در سال 1398 هجری خورشیدی میان امارت اسلامی و آمریکا به امضا رسید و در نتیجه نیروهای آمریکایی در 31 اگست سال 2021 میلادی افغانستان را ترک کردند و به جنگ آمریکا در افغانستان پایان گذاشتند.